آمریکا خواهان حداکثر فشار به طالبان است برای کشاندن رهبرانش به میز مذاکره، رهبرانی که هنوز حاضر به گفتگو با دولت افغانستان نشدند. فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و بار هشتم و ظاهرا برای آخرین بار گفتگو به دوحه رفته است. زلمه خلیزاد پیش از سفر توییت که از این دور مذاکرات چنین برمیاد که با طالبان به یک توافق نهایی برسند. برای اثر گرفتن مذاکره با طالبان به دوحه رسیدیم. ما به دنبال توافق صلح هستیم، نه توافق خروج. یک توافق صلحی که زمینه خروج را فراهم سازد. حضور ما در افغانستان وابسته به شرایط است و خروج ما از افغانستان نیز مشروط خواهد بود. صدای از آدرس طالبان به بیرون کشیده شده است که مربوط به عبدالسلام حنفی، معاون سیاسی این گروه می شود. روی چند مورد درشت آمده است. اعلام آتش بس دائمی قبل از خروج نیروهای خارجی از افغانستان دور به نظر می رسد. همه نیروهای خارجی خاک افغانستان را در ظرف مدت تعیین و توافق شده ترک خواهند کرد و بعدا ما به بعد داخلی قضیه افغانستان که مذاکرات بین الافغانی است داخل خواهیم شد. حکومت افغانستان هم می خواهد این جنگ ناخواسته و تمام عیار متوقف شود. از این رو منتظر یک نتیجه مطلوب از دور هشتم مذاکرات دو هست. دور هشتم یا موضوع طرف میشه. اگر طرف خوب میره، طرف مثبت میره، امید دور است. اگر خود نخواسته نتیجه منفی میته، اما می دور آخر است. هرچند گمانه های قوی از توافق نهایی و مهم میان طالبان و آمریکا بلند است، لیکن ترس از عدم موافقت نیز وجود دارد، زیرا برخی منابع نزدیک به طالبان میگن اگر دور هشتم مذاکرات دوحه بی نتیجه باند، ممکن روند صلح دوباره از صفر شروع شود.